به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدیم. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. تو این قسمت، تو این آموزش قراری که با هم ادامه افعال مودال رو کار کنیم. یعنی در مورد فعل کود قرار با هم تمرین کنیم. اینکه ببینیم فعل کود که فعل خیلی 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 مهمی در افعال مدل هست، چه وقتایی میتونه استفاده بشه و تفاوتش و شباهتش با کن توی چه چیزهایی است چون خیلی از ماها کود رو فقط به عنوان گذشته فعل کن میشناسیم در حالی که فقط اینطوری نیست توی مثال اول بهتون میگم که این یکی از موارده یعنی یه جاهایی ما به جای کن میتونیم از کود استفاده کنیم اون هم زمانیه که به سادگی جمله رو میخوایم در گذشته بیان کنیم مثلا به این مثال ها توجه کنید he, said he couldn't come early او گفت که نمیتونست سود بیاد نمیتونست در گذشته یعنی اون در گذشته گفت که اون زمانی که در گذشته بود نمیتونست به موقع بیاد نمیتونست زود بیاد حالا تصور کنید که این اتفاقه در زمان حال داره میفته اون میگه که نمیتونه زود بیاد همین رفته گذشته به جای سی گفته said به جای کانت گفته couldn't. همین جمله بعدی I could remember who he was I can remember بوده شده I could remember یعنی I can تو زمان حال I could در زمان گذشته همین هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده معنی چم میشه من میتونستم به خاطر بیارم او کی بود حالش میشه چی I can remember who he is میتونم به خاطر بیارم که اون کیه They couldn't pass the border اونها نتونستن از مرز بگذرن نتونستند در گذشته اینجا در مفهوم کودنت میشه چی موفق نشدن نتونستن انجام بدن کود کاربرد های گرامری مختلفی داره که ما میریم جلو و در موردش یاد میگیریم کاربرد بعدیش زمانیه که ما بخوایم یک درخواست معدبانه بکنیم خب نگاه کنید Could you open the window please? میتونی پنجره رو باز کنید لطفا Could you turn up the heat? Could you turn up میتونی میتونید بخاری رو روشن کنید ببینید این کود فقط برای در این درخواست مقدمان است در گذشته نیست منظور خاصی هم نداره remind him to call you remind him to call, call? میتونی بهش یادآوری کنی که زنگ بزنه در هر سه مورد اول جمله سوالی ما اومده فقط برای اینکه درخواست رو به شکل معدبانه بیان کنیم هیچ مفهوم دیگه ای نداره مثال بعدی زمانی که ما بخوایم امکان اتفاق افتادن یک چیزی رو بیان کنیم زمانی که ما شک داریم مطمئن نیستیم میگیم امکانش وجود داره که این اتفاق بیفته در واقع یه جور حدسه شبیه مایت ولی یادتون باشه که می و مایت قوی تر هستند تو این زمینه یعنی احتمال قوی تری هستند could احتمال ضعیف تری ببینید نگاه کنید به مثال she could be with her parents اون میتونست با خانوادهش باشه یعنی این احتمال وجود داشت که اون پیش خانوادهشه it could take you months to find a new place میتونست ماها وقت تو بگیره که یه جای جدید پیدا کنی یعنی این احتمال وجود داشت he could still win But it's not very likely همچنان میتونست ببره یعنی هنوز احتمال بردش وجود داشت اما خیلی نه. مورد بعدی زمانی که شما بخواین پیشنهادی بدین که بخواد اون پیشنهاد انجام بشه در آینده در گذشته نه یعنی این جمله ای که الان میخوایم با کود یاد بگیرین حالت آینده داره همینطور که میبینین خیلی ها فکر میکنن که کود فقط گذشته کنه در حالی که اینجوری نیست بچه و اینه که این آموزش رو مهم میکنه کود شکل گذشته کن هست اما خیلی از کاربرداش برای آینده و حاله بنابراین به این موضوع خیلی توجه بکنید خب که این دوتا رو به هم قاطی نکنید مثلا تو همین مورد نگاه کنید What shall we do tonight؟ امشب قرار چیکار کنیم؟ امشب چیکار کنیم؟ داره میپرسه از دوستش یا همخونش یا هر کسی که باشه که مثلا تو بیا پیشنهاد بده بگو چیکار کنیم What shall we do tonight؟ بعد اون یکی جوابش هم میده We could go to the cinema مثلا میتوستیم بریم سینما نه؟ هنوز نرفتن سینما در آینده داره اتفاق میفته یا شاید اتفاق بیفته اما این امکان رو ما با حالت پیشنهاد میخوایم بیان کنیم به خاطر همین کود میاریم اینجایی که انتخاب درست فعل و کلمات باعث میشه که یک نیتیو سپیکر یک کسی که زبانش انگلیسیه بفهمه شما چی میگین و اگه غلط استفاده کنین نفهمه که منظور شما چیه چون اونایی که انگلیسی زبان مادرشونه عادت دارن به این مفاهیم و پیچیده میشه اگر شما گرامر درست رو استفاده نکنید پس خیلی خوبه یاد بگیرید که کجا باید معادل اون فارسی رو بگیم مثلا همینجا We could go to the cinema میتونستیم بریم سینما میشد رفت نه؟ حالا بریم یا نریم بقیهش ادامه داره مورد پنجم بچه ها مورد خیلی مهمیه مورد پنجم زمانی که شما میخواین امکان یک چیز رو بگین که وجود نداشته یا نداره خب هر میشه اون زمان میتونید از couldn't استفاده کنید یعنی حتما باید به شکل منفی باشه نه باید could باشه بعد couldn't باشه نگاه کنید اگه could باشه معنیش تغییر میکنه نگاه کنید اینجا رو everything is fine right now همه چیز الان خوبه همه چیز عالی خوبه things couldn't be better هیچ چیز نمیتونست بهتر باشه یا چیزها نمیتونستن بهتر باشن یعنی این اوضاعی که وجود داره نمیتونست بهتر از این باشه نمیتونست نمیتونست couldn't حالا مثال بعدی I couldn't live in a big city I'd hate it که من نمیتونستم توی یک شهر بزرگ زندگی کنم من واقعا ازش تنفر داشتم اینجا هم دوباره چی؟ couldn't یعنی اصلا امکانش وجود نداشت برای من I couldn't live impossible بود غیر ممکن بود. مورد ششم زمانیه که ما میخوایم در مورد یک تئوری صحبت کنیم یک نظریه صحبت کنیم که امکان اتفاق افتادنش وجود داره یعنی شک ما به سمت مثبته ولی یقین نیست اگه یقین باشه میتونیم از کن استفاده کنیم اما چون 100% مطمئن نیستیم We are not sure about that. به خاطر همین باید could استفاده کنیم. یعنی مثل زمانی که ما میگیم خب هیچ چیز مطلق نیست. Could. درسته؟ اینجا could اهمیت پیدا میکنه استفاده از could. به این مثال توجه کنید. It could be expensive to keep a داشتن یه گربه میتونه گرون باشه. ممکنم نباشه. یعنی شاید راههایی وجود داشته باشه که خیلی گرون تموم نشه اما من فکر میکنم که داشتن گربه گرونه اون وقت میگم چی کد بی بی البته اینجا مربوط به در واقع جمله ما مربوط به کد نیست خب it could be expensive to keep a cat حالا مقایسهش کنید همینو اگه کن بگیم it can be expensive to keep a cat اینجا خیلی یقین دارین اما تو جمله بالایی ممکنه باشه ممکنه نباشه این دوتا فرقش حالا مورد هفتم یه مورد نکته یعنی باید توجه کنید که کنت و کودنت رو جای هم استفاده نکنید از اون نکته هایی که گفتم باید حتما حواستون باشه به این جمله دقت کنید جمله اول there can't be many people in the world who haven't watched television میگه نمیتونه وجود داشته باشه آدمای زیادی در دنیا که تا حالا تلویزیون تماشا نکرده باشن خب اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه که اوکی درسته یعنی شما اولین ریاکشنتون به این جواب پازیتیو مثبت خب اینجا کن قوی تر یعنی در واقع کنت قوی تر از کودنت چون کودنت همونطور که تو اسلاید قبلی گفتم خیلی پنجا پنجاه ولی شما تقریبا مطمئنین که همه مردم دنیا تاله یه بار تلویزیون تماشا کردن مثلا حالا میریم برای مورد هشتم مورد هشتم زمانی که شما میخواین در واقع مقایسه بکنید کم و کود رو تو دو تا موقعیتی که امکانش وجود داره مثلا چی؟ We can stay with Jake in London ما میتونیم با جیک تو لندن بمونیم وقتی میگیم can یعنی اینکه این امکان برای ما وجود داره ما قادریم ما میتونیم حالا یا از قبل برنامه ریزی کردیم یا مطمئنیم به یک شکلی میدونیم که خونه هست الان میریم اونجاست و ما میریم و میمونیم حالا جمله بعدی همونو با کود گفته آقای we could stay with Jake in London حالا میگه اه چرا اینو گفت کن با کود چه فرقی میکنه اینجا اینجا دیگه فعل گذشته نیست بازم معنی حال یا آینده است ولی کلا مفهومش فرق داره مفهوم بالایی این بود که ما مطمئنیم که قرار پیش جیک بمونیم ما میتونیم اونجا بمونیم این امکان برای ما وجود داره ساعت در ساعت ولی جمله دوم میگه شاید بتونیم اونجا بمونیم اگه خونه باشه پذیرای ما هست پنجا پنجا بستگی به شرایط داره اگه شرایطش رو داشته باشه ما رو میپذیره مورد بعدی مورد نهم میگه ما میتونیم از کود برای اعمالی استفاده کنیم که ریالیستیک نیستن یعنی واقعی نیستن یه جورایی ممکنه اقراق داشته باشم فقط برای اینکه بیان کنیم احساساتمون مثلا اگه من انقدر گشنه بودم که میتونستم یه گاو بخورم درست خب ما که هیچ وقت نمیتونیم درسته یه گاو بخوریم مثال میزنیم درسته من میتونستم تا ابد بخوابم مثلا خب اینجا ما کن استفاده نمی کنیم چون کن خیلی واقعیه خیلی صد درصده اما کود میتونه ما رو به تخیل ببره فانتزی بزنیم که مثلا میشد اینجوری هم باشه نگاه کنیم I'm so tired I can sleep for a week نه 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 تو که نمیتونی روی توی واسه یه هفته بخوابی اصلا این امکان پذیر نیست بدن خود به خود بیدار میشه نمیشه خب I'm so tired I could sleep for a week این که من خیلی خستم. میتونستم یه هفته بخوابم این همه الان که من دارم با صحبت میکنم مال گذشته نیست اگه گذشته باشه یک گرامر دیگه داره که من آموزش بعدی بهتون یاد میدم I'm so tired I could sleep for a week من خیلی خستم میتونستم یه هفته بخوابم که نمیخوابم یه هفته مثال مثلا انقدر خوابم میاد خب اینجا از کود استفاده میکنیم نکن. خب این از درس امروز ما اگر این آموزش رو دوست داشتین اگر فکر کردین نکات خوب و با ارزشی بوده برای اینکه یاد بگیرین خوشحال میشم که با لایک کامنت و سابسکرایب از الف را حمایت کنید خوشحال شدم که با یه فرصت دیگه تونستم در خدمتتون باشم تا آموزش بعدی خدا نگهدار